با سلام و درود، من یک سری ویدیو جدید میخوام درست کنم، دارم الان درست میکنم، در رابطه با گیتار الکتریک. ولی برای کی؟ گیتار الکتریک برای کسایی که دارن از کاکاستیک کار بودن، کلاسیک کار بودن، با گیتار نایلونی سر کار داشتن، حالا در حد کم یا زیاد، و کنجکاف هستن که چه اتفاقی میفته وقتی بیان برن تو کار گیتار الکتریک، و اصلا گیتار الکتریک چی هست و مثل چجوریه، چی میتونن توقع داشته باشن، چطور میتونن بیان تو دنیای گیتار الکتریک. همینطور میتونه این مفید باشه برای کسایی که تازه میخوان گیتار الکتریک رو شروع کنن، یا میخوان بفهمن که آیا باید گیتار الکتریک رو شروع کنن یا گیتار کلاسیک رو شروع کنن یا گیتار آکاستیک رو شروع کنن. من میخوام این رو، و چون خود من شخصا تو آکاستیک و کلاسیک بودم و نایلون و این چیزها، و دارم میام و هنوز در سفر هستم، دارم این مسیر رو طی میکنم، فکر میکنم که خیلی میتونم به شما کمک کنم. در نتیجه تجربیات خودم رو با شما تقسیم میکنم در این سری ویدیوها. امروز وقتی که از کلاسیک یا آکاستیک شما وارد گیتار الکتریک میشید، وارد یه جریان دیگه میشید. کسایی که شروع نکردن پیش خودشون فکر میکنن که خب کلاسیک، آکاستیک، خب گیتار دیگه، فرت هم همون فرت دیگه، میزنی، مسئله نداره. ولی همچین چیزی نیست. و یک بذار ببینم اینو، الان من این گیتار رو بس نکردم به اینترفیس آدیو، وصل کردم به یک آمپلیفایر خیلی کوچولوی مینی پازیتیو گرید. یه توضیح هم برای این آمپلیفایر بشه، آمپلیفایر خوبیه برای تمرین کردن، آمپلیفایر خوبیه که افکت هم خودش داره، که برای اینها هم همه تجهیزاتی که من دارم درست دارم، چه از مالتی افکت و این چیزها، اینا رو همه رو سابسکرایب بکنید و یکی یکی براتون توضیح میدم بفهمید توی دنیای وارد چه دنیایی میشید. خب حالا اینو من بذارمش اینجا، در نتیجه صدا باید از اینجا بیاد بره داخل کاندنسر، مایکروفون کاندنسره، در نتیجه الان مسئله اجرا کردن برای شما نیست، یه ویدیو اجرا رو میذارم تو همین ویدیو. خب وقتی وارد گیتار الکتریک میشید، خود من شخصا وقتی وارد گیتار میشید یه وقتا گیجیه، وقتی که گیتار آکاستیک میزنید، گیتار کلاسیک میزنید، با یه گیتار سر کار دارید. ولی وقتی که با گیتار الکتریک شروع میکنید، با یه سیستم شما سر کار دارید. یعنی چی؟ یعنی شما نه تنها تکنیک ها کاملا متفاوته. شما اگر در مثلا گیتار کلاسیک یا آکاستیک مثلا آکورد میگیری، مثلا بگیم آکورد مثلا لا ماژور میگیری، الان اینو بذارمش رو کلین، لا ماژور میگیری، در گیتار الکتریک معمولا کمتر از این شکل و شمایل استفاده میکنن، از کوردهای پاور کورد استفاده میکنن، به جایی که اینجوری بگیرن مثلا اینجوری میگیرن، اینجوری نمیگیره، اینجوری پاور کورد میگیره. در نتیجه تکنیکا فرق میکنه. صدا در گیتار الکتریک خیلی راحت صدا کثیف میشه، سر صدا میشه، شلوغ میشه. باید تکنیکی اینو بلد باشی که چطوری سیمها رو میوت بکنی، جلوی ارتعاش سیما رو بگیری. در گیتار کلاسیک و آکاستیک ما مثلا اینجوری نداریم. در و کلن یک سیستم و بعد فقط شما با گیتار سر کار ندارید، با گیتار که به تنهایی که هیچ کمکی بهتون نمیکنه، مگر اینکه هیچ کمکی بهتون نمیکنه، فقط باید اینو حتما وصل کنی به آمپلیفایر، آمپلیفایر باید داشته باشی،
یا اینکه این رو وصل کنی به داخل اینترفیس کامپیوترت، اینترفیس کامپیوترت بس بشه به یه نرم افزار مالتی افکت و چیزی از اونجا صدا در بیاد گوشی. در نتیجه خرچهاش هم متفاوته. شما باید تعادلی داشته باشی بین خرید گیتار، چه گیتاری بخری، چقدر گرون باشه گیتار، نمیدونم آمپلیفایر چقدر گرون باشه، نمیدونم از چه مالتی افکتی استفاده بکنی، آیا میخوای از مالتی افکت استفاده کنی یا میخوای از پدال استفاده کنی، پدال بخوای استفاده کنی، دنگ و فنگایی داره ها پدال، مثلا این پدال، پدال ها گرون هستن، مثلا این پدال، این افکت مثلا که الان اینجاست، مثلا این افکت کرنوم فقط برای اووردرایو، مثلا این نمیدونم 400 خورده چقدر دلار شده بود، خب یه دونه افکت میگیری 100 دلار 200 دلار 400 دلار 500 دلار یک عالمه میتونی خرج بکنی، اگر حواست نباشه یه عالمه خرجت میشه، ممکنه صدای خوبی هم نتونی به دست بیاری، ولی با کمترین خرج میتونی بهترین صدا هم در بیاری. اینا که واقعا نیاز داره به یکی که واسه تون توضیح بده. و من سعی میکنم این سری هایی که ایجاد میکنم، گفتم برای چه کیس، خیلی هستن گیتار الکتریک میزنن، ماهرم هستن، واردم هستن، شما میتونید مراجعه بکنید، ولی اگر از کسایی هستی که از کلاسیک و آکاستیک با گیتار آشنا داشته داری میاد الکترونیک، من گزینه خوبی هستم که برای شما توضیح بدم، چون این راه رو دارم میرم، رفتم و دارم میرم، در این مسیر هستم، حتی بتونیشون میدم که چه اشکالاتی دارم موقعی که میزنم، اشکالات منو میبینید میفهمید که آها، پس کسی که، پس منم با همچین مشکلاتی برخورد خواهم کرد مثلا گیت. ولی یه چیزی که بگم جالبه اینه که ما خیلی سریع یاد میگیریم گیتار الکتریک رو. یه کسی که تا حالا گیتار آکاستیک نزده، گیتار کلاسیک نزده، یه کسی که فقط گیتار الکتریک زده، بهش بدی گیتار آکاستیک رو، بهش بگو فینگر استایل بزن، انگشتاش درد میگیره، پوستش درد در میاد، مخصوصا اگه زیاد کار نکرده باشه. چرا؟ چون سیمای گیتار الکتریک اگر مثلا برفرض بگیم که ضخامتش 9 باشه، خب خیلی نازکه، خیلی راحته، ولی گیتار آکاستیک مگر اینکه از سیمهای سیلک و استیل استفاده کرده باشه، ضخامتش بیشتره، اذیتش میکنه. یک کسی که گیتار الکتریک، کسایی که گیتار الکتریک دارن نمیتونن از پس گیتارهای کلاسیک در بیان. گیتار کلاسیک میشه مادر گیتارها. کسی که گیتار کلاسیک بلده، کسی که گیتار آکاستیک بلده، بخواد بیاد گیتار الکتریک یاد بگیره، باید تکنیکاشو فقط یاد بگیره. البته کار داره ها، وارد یه دریای دیگه میشه. حالا من اونا رو واسه توضیح میدم که شما وقتی که وارد گیتار الکتریک میشی چه چیزهایی کم داری که باید بهش اضافه بکنی. مثلا مثالیش که من خودم الان درگیرشم، هنوزم دارم یاد میگیرم و هنوزم اشکال دارم، بندینگ. مثلا در گیتار کلاسیک شما کدوم قطعه که گیتار باخ و این چیزها رو میبینی که بندینگ داشته باشه؟ خیلی هست، از البته خیلی کم. یا گیتار آکاستیک که بندینگ داره، چه بندینگی داره؟ یه سمیتون، یه نیم پرده ممکنه یه ذره بالا پایین ببره، ولی گیتار الکتریک که مثلا میگه بندینگ داره، مثلا پینک فلوید، مثلا وقتی که بندینگ، خیلی بندینگش میدی، یک و نیم پرده میره بالا، مثلا اینجا اگه میخواد بره این ری، مثلا این میه، اینجا میره تا بالا، یک و نیم پرده بندینگ میکنه. من کسی که آکاستیک کار کردم، کلاسیک کار کردم، میام تو گیتار الکترونیک، یکی از گرفتاریای من اینه که بتونم یک بندینگ درست بدم.